سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدین. ماجرا و فرضیه دستگیری تتلو فکر می‌کنم یکی از بزرگترین فن پیجاش شروع کرد، که حالا فن پیج رسمی نیست که مورد تایید تتلو باشه، چون به هر حال تتلو بارها گفته که صفحه تو اینستاگرام نداره، اما یکی از نزدیکترین فن پیجا بهشه و خب با خیلی از اطرافیان تتلو هم در ارتباط. اومد یه سری شواهد و فکتا گفت که نشون میداد اون حرفا و فحاشی به مهسا امینی و دختر ایران رو تتلو انجام نداده بوده، چون به هر حال تتلو آدمی که همیشه به رک بودن معروفه و خب حرفاشو خیلی راحت میزنه، هرچند که شاید خیلی وقتا مثلا بگن که حکومتی بشه یا بر ضد حکومتی یا اونوری اینوری، خیلی توجهی به این موضوع نمیکنه. هر چیزی که فکر میکنه در لحظه درسته رو میگه و همین باعث شده بود که اون حرفایی هم که زده بود خیلی بگن خب حرفای خودشه دیگه، نظر واقعیشه، حالا اومده گفته. اما بعدش که حالا این فن پیج هم اومد یه همچین جریانی رو درست کرد، این فرضیه به وجود اومد که شاید حتی اون حرفا رو خودش هم نزده باشه، با توجه به اینکه شاید یکم رنگ و بوی حکومتی داشته باشه و توی سالگرد مهسا امینی هم دقیقاً اون حرفا زده شده بود، شاید اصلا حالا اون اکانت یوتیوبش دست خودش نباشه یا یه کسی دیگه ازش گرفته باشه و اون حرفا رو زده باشه. وقتی که خب این فرضیه ها و فکت های مختلف داشت راجع به صحبت میشد و همه دنبال این بودن که ببینن واقعا تتلو دستگیر شده یا نه، یه رسانه ترکیه اومد یه کلیپی رو در واقع منتشر کرد، یعنی رسانه خودشون گذاشته بودن که بعدم وایرال شد توی صفحه‌های مختلف اینستاگرام و تلگرام، که اومده بود خبر دستگیری تتلو رو میداد و کاملا هم زبونش ترکی بود. حالا کسی اگه مسلط باشه ترکی هم متوجه میشه که دقیقاً داره راجع به همین موضوع صحبت میکنه، یه چیز پرتی نیست که حالا این دو تا رو به هم دیگه ربط داده باشن. بریم این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. Polis kırmızı bültenle aranan İranlı ünlü rapçi Amir Hüseyin'i İstanbul'da gözaltına aldı. O ifade verirken yüz binlerce hayranı da İran'a teslim edilmemesi için imza kampanyası başlattı. Tüm dünyada aranıyordu. İranlı ünlü rapçi İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı. 36 yaşındaki Amir Tataloğlu lakaplı İranlı rapçi Amir Hüseyin, müziği kadar yüzündeki ve vücudundaki dövmelerle de dikkat çekiyordu. İddiaya göre şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği için hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sadece ülkesi İran'da değil, Interpol tarafından tüm dünyada kırmızı bültenle aranan rapçinin Temmuz 2019 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Ancak vizesinin dolmasına rağmen çıkış yapmayınca gözaltına alındı. Polisi olan sosyal medya hesabından kelepçeli bu fotoğrafını paylaştı. Yakalandığını duyurdu. یه نکته که وجود داشت این بود که خب همونطور که میدونید چند سال پیش هم تتلو دستگیر شد توی ترکیه، که یه بار خبرش رو تمام خبرگزاری معتبر بزرگ دنیا مثلا گاردین کار کرده بودن و همون موقع که این کلیپ اومد خیلی هم گفتن که تصاویر و خبرهای مربوط به اون موقع است، که حالا شاید یه رسانه ترک واسه باهاش بازی بکنه یا دوباره مثلا حالا خودشو بکشه بالا و ویو بگیره به واسطهشون. به هر حال بعد از کنسرتایی که تتلو توی ترکیه گذاشته بود همه اینو میدونن که به شدت آدم تاثیرگذار شده توی ترکیه. از سمت دیگه اگه آخرین ویدیوی کانال یوتیوب امیر تتلو چک بکنید که در واقع تیکه‌هایی داره از یه آهنگو میخونه، بودن یه دقیقه است، اسم آهنگم چشما فقط زوم رو توه، که خیلی عجیبه که یه تیشرتی پوشیده، یعنی خودش حتی درست لب نمیزنه توی این آهنگ، صدایی ازش نمیاد و تیشرتی هم که پوشیده یه عکس روشه که حالا برچسب زده شده روی دهن اون کاراکتر و آخرش هم تتلو دستشو میگیره روی دهنش و حالا به نشونه این که نمیتونه حرف بزنه یه همچین چیزی این اکتو انجام میده. Yeah.
یه سری فکت دیگه هم وجود داشت با توجه به خود کامیونیتی های امیر تتلو و حالا ویدیوهایی که گذاشته بود که یه ویدیوش هم دیدیم، که شاید یه جوری نشون بده که یه مشکلی واقعا براش ایجاد شده و این حالا یه صرفا یه شایعه نیست که با توجه به خبرهای قبلی که در این باره کار شده بوده درست شده. یه پست کامیونیتی تتلو گذاشته بود که خب خیلی هم سریع پاکش کرد. نکته که وجود داشت این بود که این پست کامیونیتی همونطور که الان دارید تو تصویر میبینید فینگلیش نوشته شده بود. امیر تتلو معمولا این کار رو نمیکنه، یعنی من تا جایی که یادمه و خودتون هم برید چک بکنید کامیونیتی قبلیش، هیچ وقت همچین کاری رو نمیکرد. و ویدیویی هم که شیر کرده بود، یعنی یه حالا متنی نوشته بود و یه ویدیوی شیر شده بود که در رابطه با حالا من نمیشناسم این فردو، داشت گریه میکرد و میگفت که به همسرم قول داده بودم که مسابقه بدم و الان فوت کرد و از این جور حرفا. خب همینطور که میدونید امیر تتلو خیلی هم مشکل داره با مرده پرستی، چند بارم تو آهنگاش اینو گفته که حالا خستم از این جماعت زنده کش مرده پرست، یا جاهای دیگه هم لفظا اینجوری اومده. همین باعث شد که خیلی‌ها بگن که این پست کامیونیتی خود امیر تتلو نذاشته، حالا با توجه به مدلی که نوشته و کلمه‌ای که استفاده کرده، مهمتر از همه این که فینگلیشه. و از اون سمت هم خب میگم ویدیویی هم که در واقع پست کرده بود یه جورایی مرده پرستی بود و خیلی تناقض داشت با پست‌های چند روز پیشش که فحاشی به دخترای ایران و مهسا امینی بود و اونم جنجال خیلی زیادی به پا کرده بود. دقیقاً هم حرفی که اونجا می‌زد این بود که چرا حالا یه کسی که مرده بود، حالا عملاً شاید کار خاصی هم نکرده با توجه به حرفای امیر تتلو، اومدید براش سالگردم می‌گیرید و دوباره زدید تو فاز داری و همون برنامه‌ای که همیشه تو ایران بوده و نقدی بوده که اتفاقا کسایی که موافق انقلاب زن زندگی آزادی هستن به حکومت وارد میکنن که همش دارید عزلداری میکنید در اینجور حرفا. امیر تتلو گفت خودتون دوباره افتادید توی همین هچل. بنابراین این پستی که اومد گذاشت بعد از اون پستای در واقع توهین به مهسا امینی، این فرضیه رو بیشتر از قبل مطرح کرد که شاید حساب یوتیوبش اصلا دست خودش نیست. یه لفظ دیگه ایم که این روزا اگه دنبال کرده باشید امیر تتلو، حالا توی استوری یوتیوبش یا حالا ویدیویی که میذاره یا پست کامیونیتیش، یه لفظی رو خیلی استفاده میکرد و اون این بود که رکابی که حرف نزنی رکابی نیست. حالا یکم شاید جمله جواد خیابانی طور باشه، اما منظوری که داشت تتلو خب یه چیزی بود که کسایی که دنبالش کردن متوجهش میشن که چیه دقیقا منظورش از این حرف. و الانم توی ویدیو آخرش که همچنان هم ویدیو آخر یوتیوبشه و بعد از اون چیزی نذاشته، دقیقا یه رکابی پوشیده که روش عکس یه فردیه که حالا دهنش بسته شده که رفتیم ویدیو رو با هم دیگه کامل دیدیم. اینم یه فرضیه دیگه، یعنی یه فکت دیگه که به اون فرضیه که امیر تتلو دستگیر شده یا یوتیوبش دست خودش نیست نزدیک‌تره، یعنی بیشتر اونو داره تایید میکنه. یه فکت دیگه که شاید بیشتر کمک بکنه به این ماجرا اینه که کامیونیتی یوتیوب امیر تتلو ببینید، پست آخرش فقط اومده آهنگشو پست کرده، هیچ چیزی ننوشته، در صورتی که این اتفاق معمولا نمیفته. یعنی اگه شما برید حالا پست کامیونیتی قبل ترشو من دارم سری میام پایین که همه با هم دیگه ببینیم، میبینید که همون آهنگ میذاره یه متنی هم مینیمیسه، یعنی یه جورایی یه چیز مرتبط به اون موزیکی که شیر کرده رو میذاره که توی پست کامیونیتی آخرش این مورد رعایت نشه. ببینید حتی اینجا هم که یه جمله نوشته باز یه چیزی نوشته که برای سه روز پیشه، اما خب میگم یا اینجا نکنید، این اتفاق معمولا میفته. سه تا پست آخرش بدون هیچ تکسیه و این کاری نیست که امیر تتلو انجام بده، همین شاید بیشتر این فرضیه رو مطرح بکنه که واقعا گرفته شده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شما هم حتما نظرتون توی کامنت ها به هم بگین که فکر میکنید این ماجرا واقعیه یا یه حاشیه بوده که یه سری کانال ها اومدن شروعش کردن و جریان را افتاده و به زودی امیر تتلو میاد حالا یه ویدیوی پستی چیزی میذاره مشخص میشه که دروغ بوده یا نه واقعا امیر تتلو دستگیر شده و حتی امکان دیپورتش به ایران وجود داره. اگه این ویدیو رو هم دوست داشتید لطفا لایکش بکنید.